نتایج تازه از گونه جهش یافته کووید 19 در فرانسه. مقامات بهداشت فرانسه اعلام کردند یک گونه جهش یافته از ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده که در برخی موارد با آزمایش‌های فعلی PCR قابل تشخیص نبوده است. محققان انستیتو پاستور در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اصلاحات ژنتیکی منجر به تشخیص دشوارتر گونه جدید شده یا خیر. اداره کل بهداشت فرانسه اعلام کرده تاکنون 8 مورد ابتلا به این ویروس شناسایی شده‌اند، اما چندین مورد ابتلای دیگر با آزمایش‌های کنونی PCR قابل تشخیص نبوده‌اند. البته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این نوع جهش یافته از ویروس کرونا بیماری شدیدتری ایجاد نمی‌کند و قدرت سرایت آن نیز افزایش پیدا نکرده است. بررسی نقش سائقه در گسترش حیات. در حالی که سوالات بسیاری پیرامون چگونگی آغاز حیات در کره زمین بی‌پاسخ مانده، دانشمندان آمریکایی و انگلیسی اعلام کردند اصابت سائقه به زمین نقش مهمی در تکثیر نخستین ارگانیسم‌های به وجود آمده در کره زمین داشته است. طبق اعلام دانشمندان، فسفر که یکی از 6 عنصر اصلی و مورد نیاز برای تشکیل حیات محسوب می‌شود، در دوران ابتدایی تشکیل زمین تنها در مواد معدنی غیر محلول یافت می‌شد که دسترسی میکروارگانیسم‌ها به این عنصر برای رشد و تکثیر خود را دشوار می‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان‌های بسیار دور هر سال بین 100 میلیون تا 1 میلیارد سائقه با زمین برخورد می‌کرد که باعث آزادی میزان قابل توجهی از فسفر شده تا حیات در کره زمین گسترش پیدا کند. آمادگی برای پرواز بالگرد نبوغ بر فراز مریخ. سازمان فضایی آمریکا ناسا اعلام کرده که برای به پرواز درآوردن بالگرد نبوغ که همراه با کاوشگر پشتکار به مریخ ارسال شده آماده می شود. این بالگرد که در بدنه کاوشگر قرار گرفته 1.8 کیلوگرم وزن دارد و از ماه آوریل پروازهای خود را آغاز می کند. قرار است این بالگرد پس از جدایی از بدنه کاوشگر در اولین پرواز آزمایشی خود تنها 3 متر ارتفاع بگیرد که به تدریج و در جریان پروازهای بعدی اوجگیری و مسافت شده توسط آن افزایش پیدا می‌کند. در صورت موفقیت آمیز بودن این پرواز، نبوغ به نخستین هلیکوپتری تبدیل خواهد شد که بر فراز سیاره‌ای غیر از زمین به پرواز درآمده است. اتفاقی که می‌تواند دسترسی به مکان‌های دوردست مریخ و اکتشافات بیشتر این سیاره را میسر سازد. افزایش تولد دوقلوها در جهان. نتایج یک مطالعه جهانی که در آن اطلاعات 165 کشور مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نرخ تولد دوقلوها طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. در این مطالعه میزان تولد دوقلوها بین سال‌های 2010 تا 2015 میلادی با آمارهای مربوط به دهه 80 میلادی مقایسه شد. هم‌اکنون نرخ تولد دوقلوها نسبت به دهه 80 حدود 30% افزایش پیدا کرده است. در واقع به ازای هر 42 کودکی که به دنیا می‌آید، یک دوقلو متولد می شود. قاره آفریقا دارای بیشترین نرخ تولد دوقلوها در جهان است، اما دانشمندان اعلام کردند این نرخ در کشورهای ثروتمند به اوج خود رسیده است. طبق اعلام محققان، پیشرفت روزافزون تکنولوژی لقاح مصنوعی باعث می شود در سالهای آینده نرخ تولد دوقلوها در کشورهای ثروتمند کاهش پیدا کند. محافظت از ژن‌های زمینی در کره ماه. دانشمندان آمریکایی طرحی به کنفرانس جهانی هوافضا ارائه دادند که طبق آن اطلاعات ژنتیکی 6.7 میلیون گونه گیاهی و جانوری در فضا ذخیره خواهد شد. طبق این طرح دی ان ای این گونه ها که شامل اسپرم های انسانی، جانوری و تخم و دانه گیاهان است، در غارها و تونل هایی که به طور طبیعی در کره ماه ایجاد شده نگهداری خواهد شد. در واقع این کار مانند این است که عکس ها و مدارک موجود در یک کامپیوتر را روی یک هارد دیسک جداگانه کپی کنیم تا در صورت نیاز یک نسخه پشتیبان داشته باشید. در صورت عملیاتی شدن این طرح، برودت لازم برای محافظت از این ژن‌ها که نیازمند دماهایی برابر با منفی 180 تا منفی 196 درجه سانتیگراد است، توسط یخچال‌های بزرگ تأمین خواهد شد.